ما عملا شاهد یک نوع تنش خفته هستیم که تا کنون قدرت های غربی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان حاضر نشده که حکومت جدید در افغانستان به رسمیت بشناسه. بنابراین این نشست ها میتونه در راستای سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی بین افغانستان و قدرت های غربی به خصوص کشورهای اروپایی ارزیابی شود. اولین سفر رسمی وزیر خارجه دولت طالبان به اروپا، امیرخان متقی به دنبال رسمیت بین المللی است و حامیان حقوق بشر به دنبال پاسخگو کردن اماراتی خود خوانده. از وزیر پیشین صنعت و معدن افغانستان میپرسیم که چرا دعوت به شرکت در این نشست را نپذیرفت. و با معاون پیشین سفیر افغانستان در وین درباره نقش چنین نشست‌هایی در مشروعیت دادن به حکومت طالبان در دید جامعه جهانی صحبت می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب توقیف یک کشتی حامل کود شیمیایی در دریای عمان. ارتش آمریکا میگوید که مبدأش ایران بود و بارش مواد ساخت مهمات برای حوثی‌ها. بحث رضایت رو انشالله دنبال خواهیم کرد از خانواده متوفا که تلاش برای نجات یک محیطبان ایرانی از اعدام، روایت ها از شلی که او به مقتول متفاوت است. نگرانی از شیوع موج ششم کرونا در ایران، وزارت بهداشت به مراکز درمانی آماده باش داد. خیلی خوشحالم که تو این روز خیلی عالی برای تنیس ایران و برای مردم ایران بتونم این حس فوق‌العاده رو. و درخشش مشکات و زهرا صفی در رقابت‌های اوپن استرالیا، اولین زنی که با پرچم ایران در یک گرند اسلم تنیس شرکت می‌کند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. هیئتی از طالبان به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه آنها در اسلو پایتخت نروژ است. اولین سفر اروپایی مقامهای طالبان در حالی که نظام آنها به رسمیت شناخته نشده و نام سرپرست این هیئت هم در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. یک مقام دولت طالبان گفته که علاوه بر دولت نروژ، هیئت‌هایی از قطر و بریتانیا هم با آنها دیدار کردند و در روزهای آینده دیدارهای بیشتری هم در دستور کار است، از جمله با نمایندگان آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا. موضوع گفتگوها هم اقتصاد، سیاست و ملاحظات و حقوق بشری اعلام شده. ولی وقتی هنوز دولت طالبان به رسمیت شناخته نشده، چطور می‌شود گفتگوی جدی درباره اقتصاد و سیاست با سایر جهانیان داشت؟ پاسخ هیئت آنها به فعالان حقوق بشر چیست وقتی انتقادها از عملکرد آنها اوج گرفته و دست کم دو فعال حقوق زنان همین روزها ناپدید شدند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کاوه مشکات. هواپیمایی که مسافرانش از اعضای بلند پایه طالبان هستند، اولین سفر اروپایی به اسلو، جایی که کنفرانسی سه روزه درباره افغانستان با محوریت بحران انسانی در این کشور برگزار می شود. طالبان هیئتی 15 نفره را به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه خود به این همایش فرستاده. این هیئت با تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نمایندگانی از نروژ و اتحادیه اروپا و همچنین جامعه مدنی افغانستان گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته مسائل مختلف حقوق بشری به ویژه دختران و زنان در برنامه این گفتگو هاست. تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر، پاسخ به بحران‌های انسانی و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و حقوق بشر به ویژه آموزش برای دختران و زنان از محورهای مذاکرات است. این کنفرانس اینجا برگزار می‌شود. هتل سوریا موریا در فاصله تقریباً 10 کیلومتری شهر اسلو. مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها. اما اینجا بیرون وزارت خارجه نروژ، گروه‌های مختلفی با برگزاری این نشست مخالفند. آنها میگویند نروژ با دعوت از طالبان به آنها مشروعیت داده. ما طالبان رو اینجا تو نروژ نمیخوایم. اونها نماینده ما نیستن. طالبان در فهرست سیاه تروریستی آمریکان. چرا ما باید اونها رو به اینجا دعوت کنیم و باهاشون مذاکره کنیم وقتی که میدونیم طرز تفکرشون چیه؟
اما پاسخ دولت نروژ خیلی روشن است. این به هیچ وجه به معنی به رسمیت شناختن کودتایی نیست که صورت گرفته. اما از طالبان خواسته های شفاف و مشخصی خواهیم داشت، هرچند نمیدانیم بعد از این مذاکرات این خواسته ها را عملا انجام خواهند داد یا نه. بسیاری همچون فعالان زن افغانستان به نادیده گرفته شدن حقوق اولیه زنان معترضند. مهم نیست که رهبران طالبان جلوی دوربین‌های تلویزیونی به جهان چه می‌گویند. آنها می‌خواهند جامعه جهانی را در کنار خودشان داشته باشند. اما واقعیت در افغانستان چیز دیگری است. آنها زنان را از حقوق اولیه خود مثل آزادی‌های فردی، تحصیل و حضور در جامعه و سیاست محروم کرده‌اند. چرا که طالبان زنان را به عنوان یک موجود مستقل و تعیین کننده نمی‌شناسند. گفته شده در روز اول مذاکرات گروهی از نمایندگان جامعه مدنی با هیئت طالبان دیدار کردند. یکی از فعالان خدا خموش بود، نماینده زنان معترض کابل. او از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان خواست به کابل زنگ بزند و دستور آزادی زنان دربند را بدهد. هزاران زن امروز شغلشان را از دست دادند که این امر باعث فقر و گرسنگی در خانواده ها شده. همزمان امروز گروهی از زنان در بلخ از جامعه جهانی خواستند تا با فشار بر طالبان آنها را مجبور به رعایت حقوق زنان کنند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که فشار سیاسی و دیپلماتیک را بر رژیم طالبان وارد کنند تا حقوق شهروندی زنان و حق مشارکت سیاسی، تحصیلی و اجتماعی این قشر اجرا شود و حفظ گردد. تا حالا هیچ کشوری دولت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و این گروه به دنبال کسب رضایت کشورها برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی است. ولی محدودیت برای تحصیل و کار زنان و حقوق بشر شرایط را برای این گروه سخت کرده. مشخص نیست که آیا فشار جامعه بین المللی می تواند شرایط را تغییر دهد یا خیر. کاوه مشکات، بی بی سی. گفتگوی داشتم با عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان که برای شرکت در مذاکرات در نروژ است. ابتدا از او پرسیدم که در نشست‌های امروز چه گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع نشست امروز بیشتر در ارتباط با مباحث اقتصادی، سیاسی و فرایندهای حقوق بشری دنبال شد و از این نظر یک نشست نسبتاً پربار بود، چون غیر از اینکه با مقامات بلندپایه نروژ ما گفتگو داشتیم، با مقامات قطری و قرار است با مقامات انگلیسی هم ما گفتگو داشته باشیم، در واقع مهمترین بخشی این نشست ای بود که با افغانها و شخصیت‌های برجسته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی کنشگران سیاسی ما امروز نشست داشتیم. از این منظر میشه این نشست یک نشست پردستاورد ارزیابی کرد. فردا پس فردا قرار چه اتفاقهایی بیفته؟ با کشورهای مختلف ما نشست داریم، با کشورهای اروپایی نمایندگانشان نشست داریم، با نماینده های ایالات متحده آمریکا نشست داریم و قرار است در واقع این مذاکرات به گونه جدی‌تر در روزهای آینده هم دنبال شود و حتی بعد از او قرار است که یک آجندای کاری در نظر گرفته شود که در او مباحث مشترک و مباحثی که مورد علاقه دو طرف می باشه در ماهای آینده و حتی زودتر از او در هفته های آینده هم پیگیری شود. سوال مشخصتر من این بود که تمرکز این بحث ها روی چی بود؟ یعنی دلیل اصلی که هیئتی از کابل به نروژ اومده چیه؟ در واقع این سفر مقدمه هست برای بحث های کلانتری که بحث برسمت شناختن در آینده مورد توجه دقت نظر قرار خواهد گرفت. بحث صلح سازی پایدار هست یا صلح مثبت و عادلانه هست که
نروژ از جمله کشورهای می باشد که در این روند نقش بسیار مهم و برجسته و برازنده داشته. و بحث در واقع تقویت سکتور خصوصی هست که نروژ با این که از نظر جمعیتی و از نظر مساحت یک کشور بزرگ نیست، اما در تقویت بخش های خصوصی از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار هست. با افغانستان هم همکاری گسترده داشته طی سالهای گذشته. مجموعه ای روانها باعث شده که در واقع این نشست در نروژ انتخاب شده و به گونه مباحث فعلی افغانستان که میتونه برای ما حائز اهمیت باشه در این نشست ها مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. گفتید به رسمیت شناخته شدن، آیا در این زمینه قولی به طالبان داده شده؟ در واقع به نظر میرسه که نشست ها میتونه اهداف مهمتری را که من پیشتر اشاره کردم دنبال بکنه. نشست هایی که با نمایندگان اتحادیه اروپا ما داریم و همینطور ایالات متحده آمریکا میتونه ما را به یک مخرج مشترک نزدیک بکنه و من فکر میکنم که در کنار این موضوعات بحث بحران های اقتصادی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره که در راستای جلب اعتماد کشورهای اروپایی میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. در واقع این نشست ها به گونه اعتماد سازی هست بین افغانستان و قدرت های غربی به خصوص کشورهای اروپایی و همچنین یک نوع تنش زدایی محسوب میشه، چون در حال حاضر درست است که تنش رسمی و علنی وجود نداره، اما ما عملا شاهد یک نوع تنش خفته هستیم که تاکنون قدرت های غربی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان حاضر نشده که حکومت جدید در افغانستان به رسمیت بشناسه. بنابراین این نشست ها میتونه در راستای سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی بین افغانستان و قدرت های غربی به خصوص کشورهای اروپایی ارزیابی شود. آقای نظر، سوال من این بود که در زمینه به رسمیت شناخته شدن آیا هیئت هایی که با اونها دیدار داشتید یا دولت نروژ به شما وعده ای دادند؟ خب ببینید، در مذاکرات معمولا کشورها وعده رسمی نمیتن، اما همه که بسترها و زمینه ها فراهم میشه برای گفتگو ما را نزدیک میکنه به بحث شناسایی رسمی. من فکر میکنم که این نشست ها هم در دوحه جریان داره و هم در حال حاضر در نروژ جریان داره و هم در آینده ها میتونه این بحث ها در کشورهای دیگه دنبال شود. باور من است که کشورهای دیگه اروپایی هم طی هفته های آینده قدم های جدی را در ارتباط با ایجاد گفتمان بین افغانستان و این کشورها برخواهد داشت و اینا میتونه در واقع حکومت افغانستان را چند قدم نزدیکتر بسازه به روند رسمیت شناختن. فراموش نکنیم که پروسه به رسمیت شناختن قطعا زمان بر است، ولی در واقع قرائن و شواهد نشان میده که قدم های جدی در این راستا داره برداشته میشه و قدرت های اروپایی هم علاقمند ای هستند که در افغانستان هم سرمایه گذاری داشته باشد، چون ایره ما در صحبت ها از اینا دریافت کردیم این پیام را، پیام مثبت و سازنده را، و هم میخواهند که در واقع مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی مورد حمایت و کمک در واقع صورت بگیره. اینا پیام های مثبتی هست که در این نشست ها ما او را دریافت کرده و امیدواری است که پیام ها روز به روز روند صعودی طی بکنه و ما شاهد گسترش مناسبات در کمترین بازه زمانی بین افغانستان و قدرت های غربی باشیم. آقای نظری، گفتید که با فعالان حقوق بشری دیدار داشتید. انتقادها از عملکرد طالبان در زمینه مسائل حقوق بشری بسیاره، چه پاسخی داشتید؟ خب نشستی که ما با فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی داشتیم در واقع نکته های مثبت را به همراه داشت و حتی یک نوع تفاهم نظر وجود داشت که در یک اعلامیه مشترک او دنبال شد. اما به صورت مشخص اگر ما بخوایم پرسش شما را برش پاسخ ارائه بکنم، شاید خیلی ارتباط پیدا نکنه به مباحث سیاسی و اقتصادی که در حال حاضر ما او را در این نشست دنبال میکنیم، چون قبلا مسئولان امارت اسلامی در ارتباط پاسخ روشن و صریح برای رسانه ها ارائه کرده و من فکر میکنم که
شما هم میتونید این پاسخ را بیشتر از مسئولان امور دریافت بکنید. و اما آنچه که امروز ما شاهدش هستیم در مجموع یک روند مثبت که بر تعامل سازنده و حتی بر تعاون و تفاهم و همکاری در واقع تاکید شده. آقای نظر شما از تعامل و همکاری صحبت میکنید از تعامل و همکاری صحبت میکنید ولی همین حالا دست کم دو نفر از فعالان حقوق زنان ناپدید هستند. همراهان شما از جمله آقای متقی میدونن اینها کجا هستند؟ دقیقاً همین پرسش امروز هم مطرح شد و پاسخ هیئت ما این بود که در این ارتباط میشه از مسئولان امور در کابل این روند پیگیری شوه، چون مباحثی را که ما دنبال میکنیم مباحث سیاسی و اقتصادی هست و مذاکرات ما هم روی زمین محور میچرخه. بنابراین من فکر میکنم که در این ارتباط بهتر است که با مسئولان امور و متولیان روندهای امنیتی در کابل این پرسش مطرح شد و قطعا اونا پاسخ قانع کننده برای شما خواهد داشت و در گذشته هم اینا در ارتباط پاسخ روشن ارائه کردن. و در نهایت با توجه به اینکه شما معاون سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان هستید، مهمترین برنامه‌ای که در این سفر در زمینه اقتصاد دارید چیه؟ یعنی کار اقتصادی که میخواد انجام بشه چیه؟ مهمترین برنامه ما در این سفر جذب سرمایه گذاری خارجی هست. ما با طرفهایی که با اونا مذاکره داشتیم تصریح کردیم که در حال حاضر امنیت در افغانستان روند سعودی را تعیین کرده و مطلوب هست. فساد اداری و مالی مثل گذشته وجود نداره. بروکراسی مثل گذشته دیگه با عنوان مانع و چالش برای سرمایه گذاری وجود نداره. و تلاش ما است که بخش‌های خصوصی را هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی تقویت بکنیم و حمایت بکنیم و سهولت‌های برای زنا فراهم بسازیم. بنابراین در کنار این مسئله تدوین استراتژی توسعه اقتصادی افغانستان. گفتگوی من بود با عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان. تأکید میکنم معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان که برای شرکت در مذاکرات اسلو در نروژ هست. نرگس نهان وزیر پیشین صنعت و معدن افغانستان هم از اسلو با ما هستند. خانم نهان، شما در جمله کسانی بودید که به این نشست دعوت شده بودید ولی نرفتید، چرا؟ تشکر بسیار زیاد. اول که قبل از اینکه ما صحبت های خود شروع بکنم، ما خواهش میکنیم که صحبت های نظری سای بطنان ما شما در ریکارد داشته باشیم. با خوب از نظر به یک سلسله تعهدات که اینا امروز دادم شما سی مباد یا شش مباد بررسی کنیم و ببینیم که رژیم از اینا در قسمت تعهدات که امروز دادن چی پیشرفت و چی گمارا گرفتن. و در قسمت اشتراک خودم باید براتون بگویم که ما سه سال میشه پروسه سال هر در افغانستان شروع کردیم و قسمی که شما میفهمید قبلا تاربا تقاضا کردن و گفتن که اول باید نام را حکومت امریکا مذاکره بکنن و اینا حکومت افغانستان با آشیه کشاندن، بعد تو قبول شد. بارزی که مذاکره امرای ازنا تکمیل کردن و موافقتنامه را امضا کردن، باید اینا مذاکره را امرای حکومت طرف جمهوریت شروع میکردن. اما با جای اینکه اینا مذاکره رو شروع کنن، اینا پیشنهاد کردن و گفتن که 5000 زندانیشون باید رها شود. شرطی که بسیار مشکل بود، اما بازم به خاطر سال هم مردم افغانستان قبول کردن و گفتن درست است رها بکنینشان. بعد از اون اینا مذاکره رو شروع کردن، اما مذاکره هیچ وقت به جای نرسید. ما شما دیدیم که کمیسیون نظامی از اینا حملات خود داخل افغانستان زیاد کردن و بالاخره تمام ولایت و افغانستان اینا اشغال کردن گرفتن و ما شما امروز ببینیم که به کدام وضعیت افغانستان قرار دارن. پس شما بگوین بعد از این تجربه ای که ما یک بار در امرای در گفتگو امرای طالبان داشتیم، چطور مجرد کرده میتونیم که باز بریم در یک دور یک نیز امرای طالبان بشینیم؟ منظورتون این هست که آزموده را آزمودن خطاست؟ من پیشنهاد که دارم بررسی که من دارم این است که مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان در مذاکرات قبلی قربانی های زیاد دادن و امتیازات زیاد بر طالبان دادن. تمام امتیازات که طالبان خواستن قبول شد در مذاکرات قبلی. آن وقت از این رسیده که طالبان یک سلسله امتیازات بر مردم افغانستان که حقشان است باید برشان بده تا حداقل اینا نشان بدن که این دفعه اینا متفاوتر در میز مذاکره بیان. خب اگر بخوان طالبان امتیازی بدن، خانم نهان، آیا راهی غیر از گفتگو
راهی غیر از مذاکره، راهی غیر از نشستن بر سر میز هست؟ خب ما وقتی که اعتماد وجود نمی داشته باشن از بین رفته میره، به خاطر اعتماد سازی کار که صورت میگیره، هر دو جانب یک سلسله امتیازات قبل از قبل برای یک دیگه میتن که او خودش سبب اعتماد سازی و علاقمندی بر مذاکره میشه. ما امیدواری از این داشتیم که اینا حداقل اعلام میکردن و دروازه مکاتب برای دخترای ما باز میکردن، زنان اجازه میدادن که به کار میرفتن و بعدا میگفتن که ما آماده هستیم بر مذاکره و قسمی که شما میبینید ما آمادگی زیاد داریم که یک سلسله تغییرات در پالیسی های خود بیاریم. ما در عین زمان که اینا آمادگی میگیرن به طرف کشور نروژ به خاطر مذاکره میایم، خبر میشیم که دخترای ما اینا زندانی کردن و حتی مسئولیت چه نمیگیرن. مطابق از او رویه و برخوردی که اینا امرای اعضای کسایی که سکتور امنیتی قبلا کار کردن، ما شما بینیم که چطور است. با وجودی که خودشان عفو ملی را اعلام کردن، اما شما بینیم که به چی وضعیت بعد اینا پلیس ما را و کسایی که در اردو کار کردن امرایشون برخورد میکنن. به او خاطر ما در داخل افغانستان عملا میبینیم که طالبا یک برنامه متفاوت در دارن. مردم متاسفانه اینا همیشه زیر فشار میگیرن و در عین زمان اینا زنان اجازه به کار نمیتن، وضعیت امنیتی رو میگن در حالت خراب شدن هستن و در اینجا که میانی تعهدات را که میتن به خاطر میگفتیم خوب است که شما ببینید شش ماه از اینا گذشت تا بالا برنامه اینا میگن که سرمایه گذاران اینا گفتن که شما بین در افغانستان سرمایه گذاری کنید، ما برنامه اقتصادی داریم. ما بسیار زیاد خوش میشم که حداقل چند برنامه اقتصادی خود مختص اینا در شش ماه گذشته که ترتیب کردن امرای همه شریک بسند برنامه چی است، چون سرمایه گذاری پروژه میخواهد نظر به پروژه به سرمایه گذاری کنه، کدام پروژه رو دیزاین کردن که میتونه سرمایه گذار به سرمایه گذاری بکنن، کدام برنامه اقتصادی رو ریدیس گرفتن که بتونه که افغان مردم افغانستان از فقر بکشه. اینا 50% نفوس افغانستان که زنای افغانستان هستن و یک تعداد زیاد از نو وقتی که دبیرون کار میکنن نانوار خانه خود هستن. درست. اونا رو این بیکار کردن در خانه شندر و میگن که ما افغانستان اقتصادش بهبود میتونیم منعی فهم که چطور. بله. خب خانم نهان، آقای نظری هم گفتند، مقام های طالبان هم در روزهای اخیر بارها تکرار کردند که به دنبال به رسمیت شناخته شدن هستند. این دیدارها و دعوت از هیئت اونها در این سطح و به این شکل راه اونها رو برای به رسمیت شناخته شدن هموار میکنه؟ خب قسم از ما چیزی که به پیام که ما برای طالبا دارم این است که اول خو اینا باید یک اندازه وضعیت اجتماعی و سیاست کشورهای غربی رو باید درک بکنن. اینا کشورهای هستن که دموکراسی رو به واقعیتش تمرین میکنن، مثلا ما واره نیست که تمرین نمیکنن. اینا جوابدهی به پارلمان های خود هستن و جوابدهی به مردم هایی که تکس برشان میده هستن و در اینجا مردم از اینا مردم آزادی خواه هستن و مردم هستن که به حق و حقوق شهروندی عقیده دارن. هیچ وقت امکان نداره که حکومت های از اینا کمک بکنن و یا به رسمیت بشناسن یک حکومت را که اتباع خود به حیث شهروند و به حیث حقوقشان برشان تعمین نتن. به خاطر اگر اینا میخواین که به رسمیت شناخته شون، اینا باید حق و حقوق شهروندان را در نظر بگیرن و مخصوصا زنان را اجازه بدن که تمام حقوق شهروندی و حقوق بشری را که تمام ادیان برشان داده بتونن که به حقوق دسترسی پیدا بکنن. و بخش دیگه که مهم است که ولو که اگر اینا کوشش بکنن که برای جامعه بین‌المللی اینا رو به رسمیت بشناسه، اگر مردم افغانستان اینا رو حمایت نکنه، اگر مردم افغانستان هم رئیس نو به سوتو گیه، برای اینا حکومت داری به حد بنظر مشکل میشه. ما متوجه هستم خودشان در شش ماه گذشته متوجه هستن که مردم چقدر در داخل افغانستان به سوتو آمده. به او خاطر اینا ضرورت دارن که داخل افغانستان باید کار بکنن، یک اندازه ارتباطات خود امرای مردم درست بکنن، خوب بکنن، دل مردم اینا به دست بگیرن و در این زمان که اینا کار میکنن به خاطر رسمیت شناختن که برازو هم یک سلسله شرایط است که اینا باید در نظر بگیرن. یک قسمی که ما فکر کنیم که اینا در برنامه میان به رسمیت شناخته میشن و به رسمیت شناخته شون بزینا میتونن حکومت بکنن. ما شما تجربه در 40 سال گذشته داشتیم که بسیار حکومت ها در افغانستان آمدن و حمایت های به مراتب قوی تر از اون بتاره با داشتن، اما به خاطر اینکه نتونستن که حکومت داری بکنن، نتونستن که شفافیت و عدالت تامین کنن، ما شما بالاخره دیدیم که به کجا رسیدن. خیلی خیلی کوتاه خانم نهان، دو فعال حقوق زنان ناپدید شدن، شما هم اشاره کردید نروژ میزبان هیئت طالبانه، این چه پیامی به طرفداران حقوق بشر در افغانستان میده؟ کوتاه لطفا. خب پیامی که ما از این میگیریم یک اندازه بر ما مایوس کننده است، به خاطر که ما فکر میکنیم که حکومت نروژ میتونست که بالای طالبان فشار بیاره تا حداقل اگر دیگه کار نمیکنن همین دو فعال حقوق بشر اینا رها میکردن، بعدا به طرف از طرف سفر میامدن تا به همچون موج سوالاتی که در داخل کنفرانس و در خارج کنفرانس اینا روبرو میشن روبرو نمیشدن. ممنونم از نرگس نهان، وزیر پیشین صنعت و
معدن افغانستان از اسلو با ما. نعیم پویش معاون پیشین سفیر افغانستان در وین و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن با ما هستند. آقای پویش، آیا طالبان با توجه به دعوتی که ازشون شده به رسمیت شناخته شدن رو در دسترس می‌بینند؟ اگر طالبان به رسمیت شناخته شدن رو در دسترس ببینند، یک تخیل است. به دلیل که به رسمیت شناخته شدن یک پروسیجر بسیار استاندارد قبول شده جهانی داره که کشورها با انجام یک سلسله اقدامات مشخص میتونن کشورهای دیگر به رسمیت بشناسن و او به صورت مشخص ارسال یادداشت دیپلماتیک توسط وزارت خارجه یک کشور به کشور هست که مورد رسمیت شناخته میشه. ما نمونهش در رابطه با رسمیت شناختن کشورهای آسیای میانه اسنادش در وزارت خارجه افغانستان هست میال داریم و نمونه دیگه‌ش مسئله ضمیمه کردن کرایمیا به خاک اوکراین است که حتی رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه مطبوعاتی که از دفتر رئیس جمهور وقت افغانستان منتشر شد او را حمایت کرد که به روسیه بپیونده و همچنین به نوع به رسمیت شناخت. اما ما چون در وزارت خارجه افغانستان با این کار مخالفت کردیم، از ارسال یادداشت دیپلماتیک به وزارت خارجه روسیه و همچنین ملل متحد خودداری کردیم. بناهن افغانستان هرگز کرایمیا را به رسمیت نشناخت به عنوان بخش از خاک روسیه و در نقشه افغانستان، در نقشه هایی که افغانستان به رسمیت میشناسه شناخته میشه کرایمیا بخش از خاک اوکراین است. بنابراین تصوری که طالبا در نتیجه تلاش ها بتانن به او نقطه برسن که به رسمیت شناخته شوند، از نظر من با توجه به تجربه که من دارم بسیار بسیار بعید است. شما دارید بله، شما به یک روند اداری اشاره میکنید آقای پویش، ولی چیزی که مردم میبینن این است که یک هواپیمای اختصاصی فرستاده میشه به کابل، مقام های طالبان در اون هواپیمای اختصاصی قرار میگیرن، بعد میان به نروژ در یک هتل خوب اقامت میکنن و بعد هم با هیئت های متعدد صحبت میکنن از کشورهای متعدد. به هر حال این به رسمیت شناخته شدن نیست، اما در این حال این را قبول داریم که یک نوع تعامل با طالبان هست که سر افغانستان تاثیر منفی داره و به نفع طالبان تمام میشه و خصوصا تاثیراتش در منطقه سر افغانستان خراب خواهد بود. کشورهای منطقه که به نوع نسبت به طالبان هم امید اولیه خود از دست داده بودند و حتی در موارد دیگه طالبان را تحویل نمی گرفتند، با رفتن وزیر خارجه طالبان به اروپا و هموار شدن فرش سرخ پیش روی از او در واقع به این نتیجه میرسن که حتما کدام گپ هست و با توجه به اینکه اروپایی ها و غرب در واقع طالبان را به کشورهای خود دعوت میکنن با ارسال یک جت شخصی به معنای عزیز که احتمال داره که در آینده اونا را به رسمیت بشناسن، بنابراین کشورهای منطقه یک کمک نسبت به طالبان اما دیدگاه خود پست به ماهای گذشته باز خواهند گردان. اما باز هم این به معنای از این نخواهد بود که در عمل ما شاهد به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط هیچ کشور در آینده باشیم. البته خب برای طالبان فرش قرمزی هم پهن نشد، اونها با تعدادی از ماشین ها از هواپیما به هتل منتقل شدن. افراد متعددی از طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل هستند آقای پویش، از جمله امیرخان متقی که سرپرستی این هیئت رو بر عهده داره، ولی خب او سفر کرده. آیا ممکنه که از این نوع کوتاه آمدن ها بیشتر در برابر طالبان ببینیم بدون اینکه روند رسمی به رسمیت شناخته شدن انجام بشه؟ البته منظور من از فرش سرخ یک تلویحاً به احترام بود که بنا گذاشته شد. بر ترتیب نه، من تصور نمی کنم. اینجا در واقع ناروی یک هدف خاص را تعقیب می کنه به عنوان کشور که می خواهد به عنوان میانجیگر بی طرف در جهان مشهور بشه و سوابق بسیار طولانی در این قسمت داره که البته در قسمت اعظم این سوابق ناکام بوده. بنابراین اونا این هدف را پیگیری میکنن و تصور نمیکنم کشورهای دیگه بخواهند چنین کار را انجام بدن. طبیعتا طالبان ممکن است منطقه تعاملات خود با کشورهای مثل قطر، ایران و امثال هم ادامه بدن، اما در خارج از منطقه در اروپا و امریکا تجربه ناروی تکرار نخواهد شد. اما آن چیزی که خطرناک است و ما تاریخ و پیشینه رفتار ناروی را در قسمت میبینیم ایست که به احتمال بسیار قوی
سلسله از بازدید ها ادامه خواهد یافت و طالبان در صورتی که برخی از امتیازات که جانب کشورهای غربی میخوان اونا را بپذیرند به احتمال بسیار قوی دعوت های بعدی هم در رومی اسلو در نروژ صورت خواهد گرفت و طالبان خواهند توانست که به این گفتگوهای خود ادامه بدن. بله. اما این که دیگه کشورها ما تصور نمی کنم چنین علاقه ای گذاشتن وجود نداشته دایندم نخواهد داشت. نروژ در بخشی از اروپا قرار داره که در مجموع اون کشورها کارنامه درخشانی در زمینه مسائل حقوق بشری از خودشون نشون دادند. کشورهایی هستند که به مدارا شهرت دارن و همینطور به رعایت خصوصا حقوق زنان. آیا حساسیت هایی از این دست داره قربانی مصلحت ها میشه؟ دقیقاً آنچه که شما گفتین در رابطه با سیاست داخلی صدق میکنه، متاسفانه در سیاست خارجی ما در تئوری های روابط بین الملل یک کانسپت بسیار مشخص و روشن و تعریف شده داریم که در ریالیزم ارزش های حقوق بشری، ارزش های اخلاقی در مجموع ملحوظ قرار نمیگیره، بلکه منافع ملی کشور خاص و این منافع ملی بر اساس کاست بنفیت کالکولیشن یا محاسبه ضرر و منفعت است. و در اینجا منافع مشخص ناروی در واقع سه چیز است. اولین منفعتش ایست چون یک کشور کوچک و ضعیف است، خود از راه تبدیل شدن به یک میانجیگر قابل اعتماد و بی‌طرف در واقع خود مشهور بسازه. منفعت دوم ناروی است که در صورت کدام معاهده یا کدام سند امضا شده و اسلو، مثل که ما اسلو اکورد را در رابطه با فلسطین و اسرائیل داشتیم یا موافقتنامه و کارهای دیگه که در پایتخت‌های کشورها میشن، در واقع شهر اسلو مشهور میشه بیشتر و یه چیز در جهان دیپلماسی بسیار بسیار مهم است و کشورها صدها میلیون دلار به خاطر مشهور شدن شهرهای خود مصرف میکنن. و سوم این منفعت در واقع ناروی است که دوست داره که در افغانستان حقوق بشر موفق ببینه، حقوق زنان و تساوی حقوق زنان رو ببینه، اما در واقع او یک هدف استراتژیک نیست و هدف فرعی است و هدف اول و دوم هست که تعیین کننده است برای کشور ناروی. و حقوق بشر در مجموع سیاست خارجی، در واقعیت سیاست خارجی، همیشه یک ابزار سیاست خارجی است، نه یک هدف واقعی. ممنونم از نعیم پویش، معاون پیشین سفیر افغانستان در وین و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. نیروی دریایی آمریکا از توقیف یک کشتی در دریای عمان خبر داده. این کشتی حامل 4 تن کود شیمیایی بوده که به گفته نظامیان آمریکایی از ایران در راه یمن بوده و برای دومین بار است که توقیف می شود. علی خردپیر گزارش می دهد. دریای عمان صحنه زورآزمایی های پیدا و پنهان در منطقه. نیروی دریایی آمریکا از توقیف یک کشتی ماهیگیری خبر داده، حامل 40 تن کود شیمیایی اوره. محموله ای که میتوان از آن برای ساخت مواد منفجره استفاده کرد. نیروی دریایی آمریکا میگوید که مبدأ این کشتی بدون پرچم ایران بوده. در مسیری که پیشتر برای قاچاق اسلحه به حوثی‌های یمن استفاده شده. این کشتی 1 سال پیش هم در آب‌های نزدیک سومالی توقیف شده بود، در حالی که هزاران قبض سلاح به مقصد یمن حمل می‌کرد. تکرار توقیف کشتی از مبدأ ایران در حالی است که حملات هفته گذشته حوثی‌ها به ابوظبی در آتش تنش‌های منطقه دمیده. شورای امنیت سازمان ملل 1 صدا گفته که این حمله بزرگ حوثی‌ها و همینطور تأمین موشک و فناوری که حملات تروریستی را ممکن می‌کند، تهدیدی واضح علیه تمام جامعه بین‌المللی است. در این تنش‌ها ایران متهم ردیف اول است. از یک سو پای میز مذاکرات هسته‌ای در وین نشسته و از سوی دیگر آشکارا در جنگ 7 ساله یمن موضع گرفته. هر چقدر که این دنیای پیرامونی مذاکرات تنش بیشتری درش باشه، ترکش این تنش ها میتونه اصابت بکنه به مذاکرات و اون شرایط رو پیچیده تر از اینی که هست بکنه. اگر آقای بایدن قرار باشه که سیاست های سختگیرانه تری رو اتخاذ بکنه علیه حوثی ها، انتهای این سیاست ها میرسه به ایران، به دلیل اینکه ایران از حوثی ها حمایت میکنه و در عین حال میخواد که از کارت حوثی ها در مذاکرات به عنوان یک برای امتیاز گرفتن استفاده بکنه. افزایش تحرکات برون مرزی شورشیان شیعه مذهب حوثی در یمن در فصل گفتگوهایی که به کندی پیش میرود.
به نظر میاد که حوثی ها و ایران دچار افتراق منافع دارن میشن و حوثی ها کماکان میخوان درگیری ها رو ادامه بدن تا در یمن بتونن امتیاز بگیرن، ولی ایران مایل هست که کم کم این جنگ پایان بپذیره تا بتونه که امتیاز بگیره در غرب در مذاکراتی که خودش داره برگزار میکنه، و هر چقدر این تنش پررنگتر بشه و تشدید بشه، اونجا هم عربستان و امارات در جبهه مقابل با شدت بیشتری علیه ایران قرار میگیرن، هم دست آقای بایدن بسته‌تر میشه. دولت ایران همواره پشتیبانی نظامی از حوثی‌ها را رد می‌کند. تکذیب جنگ نیابتی در یمن هم البته به اندازه توقیف چنین کشتی‌هایی تکراری است. علی خرتپیر، بی بی سی. در ایران موجی از همدردی برای یک محیطبان به راه افتاده که در آستانه اعدام است. برومند نجفی اهل کرمانشاه در تیراندازی به افرادی که گفته می شود شکارچیان غیر مجاز بودند یک نفر را کشته بود. تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و نجات این محیطبان ادامه دارد. سیاوش اردلان گزارش می دهد. این نمونه جلساتی است که در فرمانداری کرمانشاه بین مردم و مسئولان برگزار می شود. شبیه جلسه ای که امروز برای جلب رضایت خانواده فردی کشته شده با گلوله یک محیطبان برگزار شد. تقاضام از مردم محترم کرمانشاه اینه که ماجرایی که حالا برومند نجفی محیطبان کرمانشاهی را در یک قدمی اعدام قرار داده. جوانی که هنوز بیش از یک سال از استخدام دائمش به عنوان محیطبان و دو ماه از عروسیش نگذشته بود. اگر خانواده مقتول رضایت ندهند، حکم اعدام برومند نجفی تا دو هفته دیگر اجرا خواهد شد. حکمی که موجی از مخالفت را میان افکار عمومی ایجاد کرده و از علی دایی و مهناز افشار و دیگر سلبریتی ها که محکوم کرده اند تا صدها هزار کاربر شبکه های اجتماعی را در بر گرفته که هشتگ اعدام نکنید را بار دیگر ترند کردند. حتی یک مقام دولت ابراهیم رئیسی هم گفته نباید یک محیطبان به خاطر انجام وظیفه اعدام شود. زیر سایه درخته، درسته؟ این اولین بار نیست که چنین اتفاقی در ایران رخ می‌دهد. اما از 9 محیطبانی که تاکنون به قصاص محکوم شدند، 7 نفر با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. از سوی دیگر خانواده محمد باشقره، محیطبانی که 3 سال پیش به دست یک شکارچی کشته شده، میگویند هنوز نتوانستند شکارچی قاتل را مجازات کنند. 26 امروز هم مثل گذشته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست سخت در تلاشند که برومند نجفی را نجات دهند. محیطبان برومند نجفی، ولی نگران هم هستند که این موج همدردی عمومی که گفته شده خانواده مقتول را عصبانی تر کرده نتیجه عکس بدهد. بانان را به فکر ساخت آبنبار و آبشخور انداخت. این فیلم کوتاه که از فعالیت برومند نجفی در دل طبیعت ایران منتشر شده، خیلی ها را از احتمال بالای اعدام او آزرده تر کرده. قوه قضاییه در موقعیت سختی قرار گرفته. از یک طرف میخواهد پای حکم دیوان عالی که حکم دادگاه بدوی را تایید کرده بایستد، ولی از طرف دیگر میداند که هزینه اجتماعی و سیاسی چنین اعدامی بالاست، ولو اینکه نامش را قصاص بگذارند. دادستان پرونده میگوید فرد کشته شده به قصد شکار به یک منطقه حفاظت شده در کرمانشاه نرفته بود و نه اسلحه‌ای داشت و نه شکاری با خود هم میکرد و وقتی تیر به مقتول خورد در داخل منطقه حفاظت شده نبود. اما روایت طرف مقابل چیز دیگری است. شاهین صمدپور مستندساز در ایران این پرونده را دنبال کرده است. یعقوب داد میزنه به برومند، میگه که لاستیکشو بزن، و برومند چند تیر به سمت ماشین شلیک میکنه. ماشین پراید میفته از جاده خاکی، میره و میفته تو جاده اصلی و میره. یک کیلومتر که میرن میبینن همون ماشین پراید زده تو حاشیه جاده، زده بغل. اینا میرن که دستگیر بکنن، پیاده که میشن میبینن اون دو نفر نیستن، یعنی 4 نفر اینا بودن که 2 نفرشون موندن. آیا این افراد مسلح بودن؟ آیا شکار زده بودن؟ این هیچ وقت معلوم نمیشه. درگیری محیطبانها با شکارچیان غیر مجاز اغلب پای محیطبانان را به دادگاه میکشاند، چون قانون اجازه تیراندازی به شکارچیان را به محیطبانها نمیدهد. خالو چه خبر؟ خالو چه شکار کردی؟ پلنگ. شکار غیر مجاز و سرپیچی از توجه به قانون و میراث طبیعی خطری بزرگ برای گونه های کمیاب و روبه انقراض ایران است. با 270 شکالای منطقه نابود کردم. این 98 واقعا.
اخیراً مجلس ایران قانونی تصویب کرد که به محیطبان اجازه می‌دهد در دفاع از جان خود یا دیگری به سمت شکارچی تیراندازی کند. اما برومند نجفی به خودروی مظنونان در حال فرار شلیک کرد که مشمول این قانون نشد. اینجا ما مراقبت‌های شبانه روزی 24 ساعته داریم. بسیاری عقیده دارند که محیطبان‌ها برای انجام وظیفه خود نیاز به حمایت قانونی بیشتر و امکانات وسیع‌تر دارند تا اصولاً در چنین شرایطی قرار نگیرند. سیاوش اردلان، بی بی سی. اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس محیط زیست از تهران با ما هستند. خود آقای کهرم در جای گفتند که در پروسه نجات حداقل 3 محیطبان هم دخیل بودند. گزارش سیاوش با یک نکته تموم شد که محیطبان ها نیاز به حمایت قانونی بیشتری دارند. آقای کهرم، تا چه اندازه از محیطبان ها حمایت میشه؟ حمایتی که از محیطبان ها میشه کم نیست. از اون لحظه ای که یک محیطبان متهم میشه به این که یک خلافچی را، یک شکارچی رو و یا ما میگیم شکارکش رو، این میزنه، زخمی میکنه و یا خدای نکرده فوت میکنه، از اون لحظه چرخهای سازمان حفاظت محیط زیست با تمام اعتباری که داره، با تمام تخصص و نیز دستگاه قضا، اینها به حرکت میفتن که چنین مسئلهی پیش نیاد. ولی به قدری این مسائل پیچیده هستن که به راستی ما میبینیم که محیطبان 8 سال در زندان هست، مثل اسعد تقی‌زاده، 7 سال مانند غلام حسین خالدی و یا 6 سال مثل ماشاءالله مهنایی، و وقتی هم بیرون میان این ها وجدانشون همیشه ناراحت میکنه. آنچه که میخوام عرض بکنم این است که قانون پیچیدگی هایی داره که به خصوص وقتی قتلی اتفاق میفته، به راستی در جایی که هیچ کس نیست، هیچ شاهدی وجود نداره که آیا محیطبان مقررات رو رفتار کرده و این مقررات رو شامل حالش شده یا نه، اون رو باید بررسی بکنه که دادگاه کار بسیار سنگینی داره. اگر فرصت باشه بنده ذکر بکنم که شرایطی که محیطبان درش قرار بگیره چطور هست. بله بفرمایید. بیشتر من میخواستم بدونم که اصلا محدوده آزادی عمل محیطبان ها چقدره؟ متاسفانه به اندازه افسرهای شهربانی و یا پلیس نیست، چون اونها وقتی که آتش میکنن و مثلا یک مجرمی کشته میشه، یه بازجویی مقدماتی است و بعد میبینن که مطابق قانون رفتار کرده. چنین آزادی عملی در مورد محیطبان نیست. ببینید، بایستی که محیطبان اول فریاد بزنه و ایست بگه، حالا گاهی میگن 2 تا 3 تا، و بعد طرف اگر نایستاد، ایشون یعنی محیطبان اگر چنانچه جان خودش و یا جان همکارش در معرض خطر بود، میتوانه شلیک بکنه، منتها از کمر به پایین. با توجه به اینکه این تفنگ ها گاه 30 سال هم از عمرشون میگذره و اون دقت رو ندارن، واقعا باید به اینا جایزه داد که بتونن از کمر به پایین رو شلیک بکنن. و خب حالا هر کدوم این شرایط باید برای دادگاه احراز بشود که آیا از طرف محیطبان رعایت شده یا نشده. شب، نصف شب، و بعد میبینه که از طرف مقابل تیراندازی هم بهش میشه. در این شرایط محیطبان زیر یک فشار وجدانی و فشاری که جانش در معرض خطر هست قرار میگیره، و بعد اینکه آیا دادگاه احراز میکند که این شرایط اجرا شده، اون مسئله اصلی است.
در هر صورت بحث اعدام برومند نجفی به گستردگی مطرح شده، بسیاری سعی کردن که جلوش رو بگیرند. میشه جلو اعدام رو گرفت؟ بله، تا به حال ما این کار رو کردیم در مورد سه تا از محیطبانهایی که بنده نامشون رو بردم، هر کدوم با بیش از 5 سال و 6 سال و 8 سال زندان اینها آزاد شدن. ولی میخواستم عرض بکنم، یکی از دوستان تلفن کردن، یه مخبری، گفتن شما این محیطبانها رو بی پناه و بی گناه رها میکنید. بنده خواستم عرض بکنم به هیچ عنوان اینها بی پناه نیستن. تمام سیستم قضا و تمام سیستم سازمان حفاظت محیط‌زیست در تلاش هستن که به اون مرحله اعدام نرسه. اگر از بنده بپرسید که خب با این تفاصیل و بی پناه و بی گناه بودن این محیطبان ها تا به حال چند تا محیطبان اعدام شدن، عرض میکنم یک نفر، و اون هم یک شرایط بسیار استثنایی بوده. بنده از شرحش معذورم، ولی یه شرایطی بوده که یه اشتباهات و خطاهایی شده که راهی جز اون وجود نداشت که این محیطبان متاسفانه اعدام بشه. خب دیوان عالی تأیید کرده این حکم رو، شما فرمودید که راهی هست، یکی از راه‌ها احتمالاً همین کسب رضایته که امروز هم گویا جلسه بوده. کاملا این کسب رضایت ها بنده 100% مطمئنم و امیدوارم که در مورد برومند نجفی حتما اجرا میشه. ببینید، برومند نخواسته متخلف رو بکشه، تیری که پرتاب کردی طبق اون گزارشی که دست بنده رسیده به طرف اتومبیل بوده و این تیر متاسفانه به شخص مقتول برخورد میکنه. یعنی حتی متخلف رو هدف قرار نگرفته. حالا باید احراز بشود که آیا همه اینها مسلح بودن؟ آیا فقط یه نفر مسلح بوده؟ آیا محیطبان توی اون تاریکی شب خودش هم احراز کرده که کی اونجا شکارچی متخلف بوده؟ تمام اینها بررسی میشه و اون وقت حکم صادر میشه. بنده میدونم و امیدوارم که دستگاه قضای ما با کمال دقت موشکافی میکنه و این مطلب رو بررسی میکنه. ممنونم از اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس محیط زیست از تهران. در ایران نگرانی از احتمال شروع موج ششم کرونا و شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون رو به افزایش است. با این حال قرار است کلاس‌های مدرسه و دانشگاه به صورت حضوری برگزار شود. همزمان نگرانی از تمدید نشدن مرخصی استعلاجی رضا خندان مهابادی، عضو زندانی کانون نویسندگان که به کرونا مبتلا است، بیشتر شده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. هشدار درباره افزایش ابتلا به کرونا در ایران. اکثر بیماران کنونی بدحال نیستند، اما نگرانی از موج ششم کرونا زیاد است. تا جایی که وزارت بهداشت میگوید به مراکز درمانی آماده باش داده. یه نگرانی ما داریم و اونم اینه که طی هفته گذشته و این هفته میزان مراجعین سرپایی ما به مراکز 16 ساعته بهداشتی افزایش پیدا کرده. این هفته نسبت به هفته گذشته نزدیک 5000 نفر مراجعین بیشتر شده. اما این هشدارها موجب نشده کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها حضوری نشوند. دانش آموزان باید به مدرسه بروند مگر اینکه علائم ابتلا به کرونا داشته باشند. ما دیگه صرفاً آموزش مجازی نخواهیم داشت، کلاس‌های ما حضوری خواهد شد و در کنارش همکاران من هم کلاس حضوری رو خواهند داشت، هم کلاس مجازی به صورت ترکیبی رو خواهند داشت و تحت هیچ شرایطی صرفاً به صورت غیر حضوری ما کلاسی رو نخواهیم داشت. حالا کودکان زیر 12 سال هم قرار است واکسینه شوند، اما نوع واکسن هنوز مشخص نیست. البته واکسینه کاملاً داوطلبانه هست و با رضایت کامل والدین صورت میگیره. این که حالا جنس واکسن و در حقیقت دوز تزریقی به چه شکل باشه رو وزارت بهداشت و کمیته علمی اعلام میکنه. ما هم در سطح استان تهران انشالله کار رو شروع میکنه. از دوز سوم واکسن در ایران استقبال چندانی هم نشده.
آنطور که ما فکر می‌کردیم از تزریق دوز سوم واکسن استقبال نشده و حدود 21 تا 22% جامعه دوز سوم واکسن را زدند. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی از نبود یا کمبود واکسن آسترازنکا برای تزریق دوز سوم نوشتند. کانون نویسندگان ایران هم در اطلاعیه‌ای از انتظار رضا خندان مهابادی، نویسنده منتقد و زندانی برای تمدید مرخصی استعلاجی خبر داده. او به کرونا مبتلا شده. آزمایش‌ها و عکس‌ها نشان می‌دهند که ریه خندان همچنان درگیر است. ضربان قلبش بالاست و تنگی نفس دارد. کانون که به تازگی عضو شجاع و مقاوم خود بکتاش آبتین را در اثر اقدام عامدانه حکومت از دست داده، بازگرداندن رضا خندان به زندان را تهدیدی برای سلامت و جان او می‌داند. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و همبندی آقای خندان که کرونا گرفته بود، به گفته کانون نویسندگان از حق درمان محروم شد و مقام‌های زندان با اطلاع از پیشینه بیماری‌هایش او را خیلی دیر برای درمان کرونا به بیمارستان فرستادند. جان سپردن بکتاش آبتین با واکنش‌های زیادی روبرو شده. از جمله حالا گروهی از زندانیان سیاسی در داخل زندان و عده‌ای در خارج از ایران در اعتراض به درگذشت او اعتصاب قضا کردند. فرین آسمی، بی بی سی. مشکات و زهرا صفی، تنیسباز 17 ساله ایرانی، با پیروزی در دور اول اوپن استرالیا خبرساز شد. او اولین مسابقهش رو در بخش جوانان این مسابقه با پیروزی 4-6 و 6-3 مقابل نایار از استرالیا به پایان رساند. خانم صفی اولین زنی است که از ایران به جمع 100 تنیسباز برتر جوان جهان راه پیدا کرده و همینطور اولین زنی است که با پرچم ایران در جدول اصلی بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کرده. ارغوان رضایی، تنیسباز سرشناس ایرانی فرانسوی، با پرچم فرانسه در مسابقات حرفه‌ای شرکت می‌کرد. خیلی خوشحالم که تو این روز خیلی عالی برای تنیس ایران و برای مردم ایران بتونم این حس فوق‌العاده رو با شما به اشتراک بذارم. من حدود فکر کنم نیم ساعتی که بازی اولمو تموم کردم با نتیجه 6-4 و 6-3 با یه نماینده ای از کشور استرالیا، خدا رو شکر تونستم که نتیجه خوبی بگیرم و بازی خوبی داشته باشم. تو راند اول مسابقه بازی خیلی خوبی بود. انشالله برای راند دوم مسابقه که پس فردا هست دارم خودم آماده میکنم. مشکات و زهرا صفی بود. همکارم امید پارسانژاد که موضوع دنبال کرده اینجا با من، آیا یک ستاره جدید در حال تولده؟ والا امیدواریم. خانم صفی همونطور که شما گفتین 17 سالشه، متولد کرج، از 8 سالگی شروع کرده به تنیس و خیلی علاقمند بوده و در رشته ها در به اصطلاح دوره های مختلف مسابقات در ایران شرکت کرده. ظاهرا در سالهای اخیر دو تا مربی از کرواسی باش کار کردن، درسته؟ اما اون چیزی که باعث شد که به این موفقیت اخیر دست پیدا کنه از سال 2021، از سال گذشته شروع شد. در واقع 6 تا تورنمنت رو برد مشکات زهرای صفی که 3 تاش در ایران بود و 3 تاش در کشورهای دیگه بود. اینا در تور جهانی جوانان فدراسیون بین‌المللی تنیس بود این مسابقاتی که برد. 3 بار به نیمه نهایی رسید و 1 بار هم به فینال رسید و نتونست برنده بشه. بنابراین مجموعه اینا امتیازاتی براش به همراه آورد که به رتبه 74 در رده‌بندی جوانان در فدراسیون جهانی تنیس رسید و تونست در مسابقات استرالیا، در اوپن استرالیا، در رده جوانان شرکت بکنه. اولین مسابقهش که امروز برگزار شد و اولین باری بود که یک زن ایرانی با پرچم ایران در واقع در یک مسابقه گرند اسلم شرکت می‌کرد، در مقابل یک حریفی بود که از نظر رتبه بندی پایین‌تر از مشکات بود. بنابراین پیروزیش قابل پیش‌بینی بود تا یه حدی. مسابقه بعدی در مقابل نفر 8 این مسابقاته که رده بالاتری داره از مشکات و در واقع مانع اصلی اونجاست. اما به هر حال همین میزان موفقیت برای یک تنیس بازی که در کشوری مثل ایران کار کرده و زندگی کرده و امکان دسترسی به سطح بالایی از تمرینات، حریفان مسابقه،
امکاناتی که در کشورهای پیشرفته تر که در تنیس پیشرفته تری دارن در اختیار جوونا و بچه‌ها میذارن به اینا دست نداشته و با وجود این موفقیت به دست اومده، بسیار بسیار موفقیت بزرگیه. بالاخره این پیروزی در یک گرند اسلم به دست اومده. اینطوره، بله، اولین باره که یک کسی با یک دختری با پرچم ایران در این گرند اسلم شرکت کرده و حالا باید دید که آیا اولا علاقه داره و قصد داره که به نظر میاد داره و بعد آیا توانایی رو داره که وارد تور جهانی تنیس حرفه‌ای زنان WTA بشه که اون یک سطح بالاتری داره از در دشواری در واقع و البته اون وقت اونجا تورنمنت هایی که هست درآمد بالاتری هم براش خواهد داشت و امکان این رو پیدا خواهد کرد که اگر موفق باشه و بتونه تورنمنت های زیادی رو ببره مثل بقیه ورزشکارا مربی خصوصی داشته باشه، بدنساز خصوصی داشته باشه و سطح بالاتری از تنیس حرفه‌ای رو بتونه تجربه کنه. خب تنیس توش رقابت خیلی زیاده، بعضی از نام‌ها میان یه چند روزی سر زبان‌ها هستن بعد از سر زبان‌ها میفتن. مدتی خیلی ها به ارغوان رضایی امید بسته بودن. چقدر ممکنه که همونطور که گفتگو رو شروع کردیم مشکات و زهرا صفی تبدیل بشه به یک ستاره ای که بعد در شاید ویمبلدون ببینیمش یا مثلا در آمریکا دیده بشه یا مثلا در مسابقات تنیس پاریس؟ ببینید تنیس حرفه‌ای همونطور که اشاره کردم اساسا دنیای دیگه ایه و دشواری هایی داره و نیازمندی هایی داره، چیزهایی لازم داره که با تنیسی که در این سطحی که الان داره مشکات بازی میکنه واقعا متفاوته و بدون داشتن حمایت کافی و بدون داشتن تمرین و مربی و امکانات کافی بسیار بسیار کار دشواری. حتی کسانی که همه این امکانات رو دارن در جاهای زندگی میکنن که فدراسیون ها ازشون حمایت میکنن چون ظاهرا تمام این مسابقات رو مشکات با هزینه شخصی رفته بدون اینکه حمایت فدراسیون در پشتش باشه، ولی حتی اونایی که دارن در کشورهای دیگه زندگی میکنن و این امکانات رو دارن، موفقیت در سطح جوانان لزوماً قابل انتقال در همون سطح به سطح حرفه‌ای نیست. اما نشون داده این سماجتش و این پشتکارش نشون داده که اون چیزایی که از نظر انفرادی یک شخصی باید داشته باشه تا بتونه در یک سطح بالاتری موفق بشه رو داره. حالا میمونه که آیا اون امکانات براش فراهم میشه یا نه، یا اینکه خودش و خانوادهش میتونن امکانات رو فراهم کنن یا نه. ممنونم از امید پارسا نژاد و ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.